شرکت دانمارکی نوو نوردیسک از تولید قرص‌های ضد چاقی خبر داده. گرچه برای ورود این قرص‌ها به بازار ابتدا باید مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا را دریافت کند. اثر این قرص‌ها که به نام امیکرتین معرفی شده، مشابه اثر داروی تزریقی اوزمپیک یا وگوویست که توسط همین شرکت تولید می‌شود. نتایج آزمایشگاهی کاهش 13% وزن بدن در مدت 12 هفته با استفاده از قرص‌های جدید را تایید کرد. یکی از چالش‌های پیش روی تولید قرص‌های ضد چاقی کمبود کارخانه برای تولید این محصول است. با رونق گرفتن استفاده از داروی ضد چاقی اوزمپیک یا وگووی، شرکت نوو نوردیسک قادر به تامین دارو برای همه مصرف کنندگان نبود. مشکلی که همچنان ادامه دارد. افزایش قیمت اوزمپیک و ناتوانی مصرف کنندگان از دنبال کردن رویه تزریق به موقع دارو باعث شده شرکت نوو نوردیسک ساخت کارخانه‌های بیشتر را دنبال کند. نوو نوردیسک 11 میلیارد دلار برای راه اندازی کارخانه‌های جدید سرمایه گذاری کرد. سال گذشته میلادی با 4 برابر شدن مصرف داروی تزریقی اوزمپیک، سهام شرکت نوو نوردیسک کم گرانتر شد. این افزایش ثروت منابع مالی کافی برای توسعه و تولید قرص‌های ضد چاقی را فراهم کرد. و اکنون نوو نوردیسک در حال آمادگی برای معرفی قرص‌های ضد چاقی است. بررسی‌های میدانی استفاده از قرص‌های ضد چاقی را بیشتر از داروهای تزریقی نشان می‌دهد. یک دلیل عمده آن هراس از تزریق با سوزن در بین عموم مردم است. اوزمپیک و وگووی با قلم‌های دارویی تزریق می‌شوند. در حال حاضر انواعی از قرص‌های ضد چاقی در بازار مصرف وجود دارند. اما ناکارآمدی این قرص‌ها به دلیل نرسیدن آنها به لوزالمعده یا پانکراس و یا از کار افتادن مواد مؤثر آنها در جریان خون است. نوو نوردیسک اعلام کرده قرص‌های ضد چاقی این شرکت خواص مشابهی با اوزمپیک و وگووی دارند، اما مجوز ورود آنها به بازار تا پایان سال آینده میلادی صادر می‌شود. با این حال مؤثر بودن اوزمپیک و وگووی راه ورود این قرص‌ها را هموار کرده. هماین خیری، لندن.